In strawberry fields, that بخشی از پارک مرکزی نیویورک که به یاد جان لنون اختصاص داده شده، جایی که هوادارانش همیشه مشغول نواختن آهنگهایش هستند. از اینجا تا ساختمان داکوتا یک توک پا بیشتر نیست. 40 سال پیش شبی که جان لنون کشته شد، خبرنگاری جوان و بی تجربه بودم که تازه به نیویورک آمده. با عجله به داکوتا رفتم تا خبرهای دست اول درباره این اتفاق رو برای شنوندگان رادیو در بریتانیا گزارش کنم. جان لنون 2 ساعت پیش کشته شد با صدها نفر از هوادارانش که الان در برابر ساختمان داکوتا تجمع کردند و قرار شب زنده داری کنن حرف زدند. مردم از فرط احساسات زبانشان بند آمده بود. آن زمان من هم یکی از هواداران لنون بودم. این عکس ترسناک من روی اولین کارت بی بی سی هم تا حدی این را نشان می‌دهد. خشونتی که در قتل او بود میلیون‌ها نفر را در همه جای جهان تحت تأثیر قرار داد. تقریبا همه یادشان هست که وقتی شنیدند او کشته شده کجا بودند. خشونت مرگ لنون واقعا شوکه‌آور بود. جان و یوکو رو دیدم که از لیموزین بیرون اومدن، به سمت در رفتن و عجله نکن. بعد من 4-5 شلیک شنیدم، صدای خیلی بلند. صدای یوکو رو شنیدم، یه زنی داد میزد. یوکو بود. یوکو فریاد میکشید کمکم کنین. به نظرم آنچه بیشتر درباره لنون دوست دارم این است که او صدایی معتبر داشت، نه فقط در موسیقی. او کارهای اشتباهی هم کرد، ولی خودش بود. چیزی کاملا تازه در زمانه ژست‌های بی‌حد و حصر سیاستمداران و چهره‌ها. تام بروک، بی بی سی نیوز، نیویورک.